چطوری میتونیم برای ویدیوهای شورتس دقیقا مثل ویدیوهای معمولی و بلند تابنیل اختصاصی شخصی سازی شده طراحی و قرار بدیم بدون اینکه نیاز باشه تابنیلی که انتخاب میکنیم جزی از فریمهای ویدیوی کوتاهمون باشه، دقیقا مثل کاری که مستر بیست برای انتخاب تابنیل ویدیوهای کوتاهش انجام میده و انجام این کار باعث شده بازده بسیار بیشتری برای ویدیوی کوتاهش به دست بیاره. برای انجام این کار دقیقا مثل مستر بیست شما نیاز هست که در ابتدا با استفاده از موبایل، دوربین یا هر وسیله دیگه‌ای که از خودت فیلم برداری می‌کنی، ویدیوی کوتاه خودت رو ضبط بکنی. الان فرضاً من وارد کامرا میشم و ویدیوی خودم رو ضبط می‌کنم. اگر دوست داری برای تابنیل ویدیوهای کوتاهت تابنیل شخصی سازی شده قرار بدی، حتما این ویدیو رو ببین و اگر در انتها یاد گرفتی، ساب یادت نره. حالا ویدیو کوتاه خودم رو ضبط کردم. بعد از اینکه ویدیو کوتاه خودم رو ضبط کردم، حالا کافیه با استفاده از نرم افزار و اپلیکیشنی که باهاش ادیت ویدیو کوتاه هم انجام میدم، حالا فرقی نمیکنه چه روی موبایل چه روی کامپیوتر، برم و ویدیو کوتاه خودم رو ادیت کنم. الان فرضاً من چون همیشه ویدیوهای خودم رو با استفاده از نرم افزار ادوبی پریمیر روی کامپیوتر ادیت میکنم، اون ویدیویی که با موبایل گرفتم رو به کامپیوتر انتقال دادم و این ویدیو رو وارد نرم افزار ادوبی پریمیر میکنم و شروع میکنم به ادیت کردن این ویدیو. حالا بعد از اینکه ادیت ویدیوی شما به صورت کامل به اتمام رسید، قبل از اینکه بخواین از اون ویدیو کوتاه یک خروجی بگیرین که بخواین خروجی نهایی رو توی یوتیوب منتشر کنین، کافیه با استفاده از نرم افزاری مثل فتوشاپ، کنوا یا هر نرم افزار دیگه‌ای که باهاش میشه کاور طراحی کرد، دقیقا مثل ویدیوهای معمولی کاور ویدیوی کوتاه خودت رو هم طراحی کنی. بعد از اینکه وارد نرم افزار طراحی کاورت شدی، کافیه یک پروژه جدید باز بکنی با نسبت اندازه ویدیوهای شورتس، یعنی 9:16. مثلا من چون ویدیوهامو به صورت HD ضبط میکنم، اینجا به جای 1920x1080 همیشگی اینو برعکس کردم، یعنی همیشه به این شکل بوده، افقی بوده، اما الان به صورت عمودی این طراحی رو انجام میدم. پروژه جدید باز میکنم و طراحی خودم رو در نهایت انجام میدم. الان چون نمیخوام آموزش فتوشاپ بدم عملا توی این ویدیو، از قبل طراحی خودم رو به این صورت در قالب یک طراحی کاملا ساده اومدم انجام دادم. حالا کافیه از این کاور بیام خروجی بگیرم. حالا که کاور خودت رو طراحی کردی، کافیه کاور طراحی شده رو وارد نرم افزار ادیت ویدیوت بکنی و این کاور رو به عنوان اولین یا آخرین فریم از ویدیوت قرار بدی. الان میام اینجا این عکس رو انتخاب میکنم، فرضاً به مدت 1 ثانیه میذارم بمونه و بقیه ویدیوم رو بهش متصل میکنم. حالا کافیه که ویدیوم رو از نرم افزار ادیتم خروجی بگیرم و ویدیویی که خروجی گرفتم رو دوباره به روی گوشی موبایلم انتقال بدم. حالا کافیه اون ویدیو رو با استفاده از موبایل توی یوتیوب آپلود کنی. دقت کن که حتما این کار رو باید با استفاده از موبایل انجام بدی. اگر با کامپیوتر ویدیو خودت رو آپلود بکنی، نمیتونی تابنیل شخصی سازی شده خودت رو روی ویدیو انتخاب کنی. الان فرضاً من برای آپلود این ویدیو شورت وارد اپلیکیشن یوتیوب میشم، روی علامت مثبت کلیک میکنم، روی ویدیو شورتی که آماده کرده بودم و قرار دادم روی گوشیم انتخاب میکنم و گزینه دان رو میزنم. دقت بکن که حتما ویدیو کوتاه خودت رو به کمک این گزینه ویدیو که قرار داره آپلود بکنی. اگر وارد بخش شورت بشی، نمیتونی از این ترفندی که توی این ویدیو میخوام بهت بگم استفاده بکنی. حتما حواست باشه که گزینه ویدیو فعال باشه و از این طریق ویدیوی کوتاه خودتو آپلود کنی. حالا اینجا ببین، بالای تصویر من و ویدیویی که آپلود کردم یه علامت مداد وجود داره، روی اون میزنم. حالا توی این صفحه میام اولین یا آخرین فریم از ویدیوی کوتاه خودم رو انتخاب میکنم، یعنی دقیقا فریمی که تابنیل خودم رو توی اون قسمت قرار داده بودم و گزینه دان رو میزنم. الان من چون ابتدای ویدیو اضافه کرده بودم، میارمش ابتدای ویدیو و دان رو میزنم. حالا برای ویدیوم عنوان مینویسم، مثلا اینجا میزنم تست تابنیل ویدیوی شورت. سایر تنظیمات این ویدیو رو هم با توجه به نیازی که دارم و ویدیویی که دارم منتشر میکنم تغییر میدم و اعمال میکنم و در نهایت گزینه آپلود شورت رو میزنم تا این ویدیوی کوتاهی که آماده کردم به یوتیوبم آپلود بشه. حالا بعد از اینکه این ویدیو شورت آپلود شد، شما کافیه با استفاده از کامپیوتر یا حالت دسکتاپ مرورگر کروم گوشید
طبق آموزشی که الان داری روی صفحه میبینی، وارد سایت یوتیوب استودیو بخش کانتنت قسمت ویدیوهای شورتس بشی و روی ویدیویی که آماده کردی و میخوای تامنیلش رو نهایی کنی کلیک بکنی و وارد بخش جزئیات اون ویدیو بشی. بعد از اینکه وارد شدی، حالا کافیه روی گزینه ادیتور که در پنل سمت چپ وجود داره کلیک بکنی. توی این صفحه برای اینکه شما بتونی اون فریم ثابت، اون عکس ثابتت رو از توی ویدیو خارج کنی تا آدینس تنشن ریزشی نشه، کافیه از قابلیت کات زدن قسمت ادیتور یوتیوب استفاده کنی. همونطوری که گفتم، اگر از گزینه ویدیو برای آپلود کردن ویدیو شورت استفاده نکنی روی موبایل، وقتی وارد این صفحه بشی دیگه گزینه کات زدن برای تو فعال نمیشه و یوتیوب بهت پیغام میده که چون شما یک ویدیو شورت آپلود کردی نمیتونی از این قابلیت استفاده کنی. اما اگر به کمک اون قابلیت ویدیو شورت خودت رو آپلود کرده باشی، این گزینه برات فعال میشه و بدون مشکل میتونی کات مورد نظر خودت رو بزنی. الان فرضاً من این گزینه رو فعال میکنم، این فریم از ویدیوم که یک عکس ثابت هست رو حذف میکنم و میزنم ویدیوی من سیو بشه، تا از این به بعد مخاطبین ویدیوی منو بدون این تصویر در ابتدا یا انتهای اون ببینن. نکته بسیار مهمی که وجود داره، درسته که این تامنیل از دل ویدیوی شما عملا خارج میشه، اما چون شما این فریم رو قبلا به عنوان کاور ویدیوی شورتت انتخاب کرده بودی، کاور ویدیوی شورتت تغییری نمیکنه و همون عکسی میمونه که شما انتخابش کرده بودی با وجود اینکه اون فریم رو از توی ویدیوت حذف کردی. این دقیقا روشی است که مستر بیست برای انتخاب تامنیل ویدیوهاش استفاده میکنه. حالا شما میتونی ویدیوی خودت رو با موبایل ابتدا به صورت پرایوت آپلود کنی، این تغییر رو اعمال کنی، بعد پابلیک کنی. میتونی هم از همون ابتدا روی دکمه پابلیک بزنی، ادیت خودت رو در قسمت یوتیوب ادیتور انجام بدی تا مخاطبینی که از اون به بعد میان ویدیوی شما رو بدون اون تصویر ثابت ببینن. البته که اگر به صورت پرایوت آپلود کنی میتونه به نفعت باشه، چون همون مخاطبین ابتدایی هم که میان ویدیو تو میبینن اون فریم ثابت رو نمیبینن که باعث بشه آدینس اتنشن ویدیوی کوتاه شما کاهش پیدا کنه. این روش برای ویدیوهای کوتاه جدیدی که میخوای آپلود بکنی، چون میتونی فریمی از دل ویدیو رو انتخاب بکنی، کاربرد داره. اما متاسفانه برای ویدیوهای قدیمی که تا به این لحظه آپلود کردی هیچ کارایی نداره و نمیتونی متاسفانه ازش استفاده کنی، به امید روزی که یوتیوب امکان قرار دادن تامنیل کاملا شخصی سازی شده رو به صورت رسمی دقیقا مثل ویدیوهای معمولی به ویدیوهای کوتاه هم اضافه کنه. اما اگر میخوای بدونی انجام این کار چقدر میتونه بهت کمک کنه در بازدید گرفتن و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، بهت پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو حتما تماشا کنی.